تهدید نویسنده سرشناس عراقی به خاطر حمایت از مجاهدین خلق. نافعیسا مزدور نیروی قدس پاسداران طی یک پیامی صافی یاسری نویسنده سرشناس عراقی را تهدید به قتل کرده و گفته است برای من مهم نیست که تو چه کسی هستی، اما من به تو هشدار می‌دهم که توسط منافقین مورد سوء استفاده قرار نگیری. اگر تو صافی یا غیر صافی باشی به تو هشدار می‌دهم که به ما کاری نداشته باش، در غیر این صورت ما طور دیگری با تو برخورد خواهیم کرد. پاسخ صافی یاسری به مزدور نیروی تروریستی قدس، جنگ بزدلان. وقتی با خصم و دشمنی به جنگی که مانند خودت دارای سلاح باشد، این جنگ و مبارزه عادلانه و شجاعانه است. اما وقتی که وارد جنگی شوی که تو در این جنگ دارای سلاح هستی و خصم تو بی سلاح است، این جنگ و نبردی بزدلانه است و عراقیان به آن عمل پست ناجوان مردانه می گویند و این همان کاری است که برخی ها امروز علیه پناهندگان بی سلاح و محاصره شده در یک تک زمین تنگ انجام می دهند تا آنها را در معرض موشک های باند های مزدور قرار دهند. این پناهندگان همان ساکنان کمپ اشرف هستند که علیه آنها کشتار شنیعی در اول سپتامبر انجام شد و در نتیجه آن 52 تن بیگناه و بیدفاع شهید شدند. کسانی که به اجبار به بازداشتگاه لیبرتی منتقلشان کردند تا آنها را هدفهای زنده برای کشتار جمعی قرار دهند، کاری که انسانیتی در آن نیست و در آن سیاست و تجارت پست مزدگیران غالب است. بسیار متاسفیم که برخی از این تاجران تابعیت عراقی دارند. تحریک بیمارگونه علیه این پناهندگان برای ریختن خون آنها با عذر و بهانه های واهی و باطل اقدامی است که تاریخ مردم ایران آن را لکه ننگی بر پیشانی کسانی که به آن مبادرت می کنند می داند. و فردا هنگامی که تخت ستمگران تهران فرو ریخت، اینان کسی را در پشت خود نخواهند یافت. اگر فکر می کنند که امروز بودنشان در سنگر این رژیم به آنها سپر حفاظتی می دهد، پس بدانند که سخت در اشتباه و توهم به سر می برند. مردم همسایه ایران به خوبی می دانند، کما اینکه ما عراقیان می دانیم، که روابط بسیار مستحکمی بین سرنوشت دو خلق ایران و عراق وجود دارد. بنابراین هر کس که به مردم ایران خیانت کند به مردم عراق نیز خیانت کرده است، کما اینکه اگر کسی پیروزی و دستاوردی برای هر یک از این دو خلق برمغان بیاورد، برای دیگری نیز آورده است. بنابراین ما نسبت به هر گونه تحریک علیه پناهندگان ایرانی در عراق هشدار می دهیم، علیه کسانی که چنین بسیج تحریک‌آمیزی را در سالن حکیم در دانشگاه بغداد در جادریه آماده می کنند. این میزگرد یا جلسه یا کنفرانسی است تحریک‌آمیز که با پرداخت پول برگزار می شود. قبلا سالن‌های دانشگاه ما کلاس‌های درس بود که وحدت و اصالت و عمق التزام اخلاقی ما را نمایندگی می کرد. ما فکر نمی کنیم که آیندگان ما اجازه بدهند این مناسب و جایگاه‌ها به کرسی‌های تبدیل شوند که بندگان تومان آلوده به خون شهدای موکب آزادی بران بنشینند، موکب آزادی که مردم برادرمان ایران آن را سازمان می‌دهند و ما نیز برایش تا
تقدیر و احترام قائل هستیم. ما آزادگان عراق و فرزندان عراق وارد شدن در جنگ بزدلان علیه این آزادگان را رد می کنیم.